زندگی و آموزش صدای آبادی سلام شنونده های عزیز برنامه صدای آبادی آیا گاه سماراق کش کردین؟ بله چند وقت پیش کاشته بودم یک کنجی از که متاسفانه نمونه کرد. و بعدش از دلسیا شدم و نکاشتم تداده که سمارا کش کردن و حاصلات خوب نگرفتن با چی مشکلات دچار شدن سمارا کش شده چرا حاصل خوب نداده طریق کشت مناسب سمارا کدام ها هن، تا حاصل بهتر و بهتر داشته باشد همه این پرسش ها در این برنامه جواب داده شده که من میراقای تبار برای تان تقدیم میکنم سماراق معمولا در فصل بهار در جاهایی که بیشتر نم و رطوبت موجود باشد چون کنار جوهای آب درختان در کنار سنگلاق های کوه می برایند سماراق به دو نوع است سماراق زهری و سماراق غیر زهری چون سال یک بار مردم می توانند از سمارق طبیعی مستفید شوند آن هم در فصل بهار به این منظور متخصصین زراعت اسپور یا همان تخم اصلاح شده سمارق که غیر زهری است به دسترس مردم قرار دادن تا مردم با کشت آن بپردازند تعداد مردم در اتاقهای مخصوص به کشت سمارق می پردازن. اما سوال اینجاست که تعداد مردم که سمارق کشت کردن حاصل خوب نگرفتند ای که دوچار چی مشکلات شدن از خودشان مشنویم. نام ما هدیه است رفتم بازار تخم سمارق گرفتم که شاید بر من در اقتصاد با ما کمک کنه می تجربه عملی کدم تخم گرفتم از بازار در یک کنج را کاشتم بسیار زیاد سر زحمت تیر کدم بر شاب می دادم چقدر سر از او مصرف کدم اما کدام نتیجه نداد نما مرویا ارمان قری شنوری صرف شو دې ګټ نتیجی خوب نشه پول نه داشتم قرض کړم كله پولم هم سره سماره قرفت امیدم مې بود یګا سره خوب به تمام دیګه به په پروشمبر مې یو چیز شوه دیګات نه شوډ تل جګر خون شدم خناوادي مې مې وګو چې چرایي کار وکړې متاسفانه کې خوب صرف نشه شوډ در جهان بیشتر کشورهایی هستند که فارمهای تولید سمارق را دارند. حاصل و آید خوب هم دارند. در افغانستان نیز زمینه کشت سمارق مساعد است. مردم به خصوص زنها در خانه و یا باغ جای مناسب برای کشت سمارق اختصاص دادن. اما بعضی ها از حاصل سمارق بدست آمده راضی نیستند و زحمتی که بابت کشت سمارق کشیدن به نتیجه می دانند. حال می پردازیم به ای که چرا تعداده که سمارق کش کردن حاصل خوب نگرفتن نام وگمز چند وقت پیش کاشته بودم در کنچه از که متاسفانه نمونه نکد با وجود از که تخمش خیلی قیمت هم گرفته بودیم از راه دور آورده بود یکی از های ما سعی نفامیدیم به خدا اما چیزای او دادن یا که بود یا دادیم تخم زایی شد دیگه من غلام رزا هستم از ولایت پرور کسایی که بلد نیسته نتیجه خوب نمیشه. او کسایی که کارش نتیجه نداده است جایش استاندارد نبوده ناکامی از او علتش بوده که جایش هم مناسب نبوده درجه حرارت هم مهم است آب و هوا نور مهم است بار اول تجربه نداشتم و همچنان نمیفهمیدم که چه قسم کا بگیرم اتاق چه قسم باشه درجه ایش چقدر باشه چقدر قدر مرتوب باشه از این همین خاطر ما بسیار زحمات را کشیدم گرفتم کای ماشین شده بود البته و همچنان من کار ششتم و در اتاق انداختم تو راش یک جای کدم امی باعث شد که نه نتیجه داد زحماتم هم هده رفت و حاصلم دریافت نکردم شنونده های عزیز شما برنامه صدای آبادی را مشنوید. اگر در مورد این برنامه و سایر برنامه های تعلیمی ما نظر و یا پیشنهاد دارید با شماره تلفن 020 240 51 01 به طور مستقیم با همکاران ما به تماس شوید برنامه را که مشنوین در مورد کشت سمارق اختصاص یافته است مردم افغانستان از زمانهای دور سمارق را مشناسند چون مناطقی که هوای گرم و مرتوب دارد در آنجا سمارق به طور طبیعی می روید. و مردم از آن استفاده میکنند اما سمارقهای طبیعی مشکل خود را دارد که شناختن سمارقهای زهری و غیر زهری برای مردم خیلی کار دشوار است و سوی دیگر سمارقهای طبیعی تنها در فصل بهار پیدا میشه حال کشت سمارق به شکل فارمی در بیشتر ولایت افغانستان رایج شده است و در هر فصل سال قابل دسترس باشد. بعض فرم های سماراق لابراتوار دارند که سماراق های زهری و غیر زهری را شناسایی می کنن. حال می خواهیم بدانیم که طریق کشت مناسب سماراق کدام ها هند تا حاصل بهتر و بیشتر داشته باشه. در این باره تجربه چند تن را با شما شریک می سازیم. دوباره پرسان کدم گفتم که ای کار تو میشه قدر زحمت هم سرش کشیدم نتیجه ناکام شد بازو گفت همی کارهایی که من برات میگم امیر عملی کو ان شاء الله نتیجه مثبت به دست میاری باز ما تو کردم همی تخم گرفتم ده یک اتاق بود که درجه 45 درجه بود این تخم کاشتم خاک تقم شده رم را رای کلسیم کربونات یک جای کردم ایرا میکس کردم همی جای که مشخص کرده بودم ایرا کاشتم ثمره ق باز همی تخم شمرایش یک جای کردم یک فرش داشتم و مرتوب میکردم باز بسیار نتیجه خوب خوبش داد کار بلد هستیم دلیل دومی ای است که کار خوب پاستوریزه میکنیم جای مناسب استانداردام داریم نفر مسلکی داریم که ما با هوش تنظیم کنیم اتاق بخار داریم ما تقریبا 100 تا 200 سر کار همزمان ما بین حوض تر میکنیم 12 ساعت بعد از او دو اتاق بخار داریم. توسط بخار آب اونا را پاستوریزه میکنیم هرچه کای درشت باشه بهتر از خاطری که آب و هوا خوب رد و بدل میشه خوب ریشه دوانی میکنه کا با یک ساعت و 20 دقیقه یا یک نیم ساعت با جوش بیده. وقتی که جوش می حساب کن، نه که از اولی که آتش کرد حساب کنار، بعد از اون سرد کنه دوباره کشته شروع کنه و تخم مهمه که سالم باشه تا او باید با آب آهک چونه زید فونی کنه با کشت کنه مشکل نداره و نور آفتاب نخوره برش و غیر از نوری برق سماراق به طریقه های مختلف در خاک پاک، کای سفید و بوری عرق کشت می شه. اما یک زن یک طریق نو یا جدید کشت سماراق را پیدا کرده که از لحاظ اقتصادی بسیار موثر است. اوستا فضلی همکار ما تجربه های جدید این زن را با ما شریک می سازه. شنونده عزیز نینج یک خانواده هستند که کشت جدید سمارق را تجربه کرده میخوایم با صاحب امی خانه صحبت داشته باشیم شما خود معرفی کنین اسم ما است باشنده کمپانی کابل سابق کشت سمارق چگونه بود ببینین سابق که بود ما اینجا برش کار گرفتیم او وقت قالی نتر می کردیم خوزیات پیسه کار داشت و بازالی طریق جدید کاغذ ما پیدا کردیم میشه طریق جدید بر ما که تیگونا کشت میکنین ما اول میرفتیم بازار می جالی سبدکای که هست که سوراخ داره بر میوه استفاده میشه اینو گرفتیم که تای کارتنای کاغذی کارتن می آوردیم ده خانه مطابق می جالی ما اورا قیچی میکردیم باز کارتنا را سم سای پاک سوترا دو کارتنا سر به سر میماندیم ترش میکردیم باز ده سرش اینا خاک آماده شده را منداختیم باز اینا می مواد سمارو قصر ازی منداختیم باز دو کارتنا تر شده گیره ده سر ازی میماند. این چند بار بر ما حاصلام داده بسیار آسانم بود استفاده کا اقتصادی تر بود یا می کارتن ببینینی خو کارو بار ما هست یعنی ما رو سمارو باید کشت کنیم باید از حاصلات بگیریم قبلا که بود ما برش زیاد کا گرفتیم و تر می کردیم و رقم که شو قالین فرش ما هم خراب می شد اقتصادی چرا تمام شد به خاطر که ما قالین تر می کردیم کا گرفتیم زیاد قیمت تمام می شد کارتن که هست ارزانم تمام می شود. و بسیار طریقی آسان است غلام رسول سمدی یکی از متخصصین وزارت زراعت نیز درباره یک کشت سماراق معلومات میده. در افغانستان مراکز عمده تولید کننده مایسیلیم که ما برش میگیم یا سپوری سماراق ووجوداره مې ته نه کې ازوجه د یقین خریداری کنه در ولایتي کې هواش گرم تر است ما مې تنم به بسیار مصرف کم به شکلي خوپتر او بهتر ما مې تنم کې وتاکه زیرزميني را یا تکویر را د وجود اېداس وکونيم سماره کو به شکلي دروست او بهتر تربيه کوو در قدم اول باید دي خان محلي به خاطر تربيه او کشتي سماره کو د یک ځای مناسب انتخاب کنه د ځای به زیرزميني باشه کلک نه داشته باشه شويه تپ دوجه داخل نشو و تا کېشن به سیسټمي ځاکشي آپ باید د شته بشه دوم ځکه یو منبي مطمئن سپوري سمارو قبيت ازو جب بياره هر چيز کي د وتاک اگميز مېمانه وا باید تعقيم شوه د غير زو اگا تعقيم نشه وختي کي د وجه سپوري سمارو قصوجبه منن سمارو کي کي نمو مېکونه بمرض مفتله مېشه درجه حرارت وتاک باید يک ترماميتر بشه وجبي بنه کي درجه حرارت څه رقم است وختي کي مېبيني کي رطوبت کم است د ايجه يک بوريه باید بشه ايره سرش اپ پښ بتا کي رطوبات تا نوه اتپانس فسا دوره نگداري کا د بتنه او د وخت جماوري باز می شکی درجات هم کم شو نه معنی کی بسیار پیر شو سمارق رطوبات د سرفي امو واتاک میچه سپچایت بلای استمارق بریزه دې جما باید یک پلاستیک تورې باید مایلان بشه چې به ترپی پاین باید اويش بره او آب باید از بیرون خارج مواد کیمیاوي به نام منکوزي وبست 150 ګرامش د 200 لیټر آب د یک بیل من د زده بعد زی 16 ساعت د کار کاره که منی مکمل تعقیم میشه آب و هوای بیشتر ولایت های افغانستان به منظور کشت سماراق مناسب است. اما بعضی ها که سماراق کش کرده بودن حاصل خوب نگرفتند. چون تعداد مردم درباره آماده ساختن خاک کای سفید و یا بوره معلومات کافی نداشتند. به خاطر حاصل دی بیشتر و بهتر سمارق باید بعض نکات مهم است که هنگام کشت سمارق در نظر گرفته شود. اتاق که به منظور کشت سمارق اختصاص داده شده باید تاریک باشه و در مقابل نور آفتاب نباشه. اتاق و رطوبت داشته باشد و درجه حرارت اتاق باید 45 درجه نگهداری شود. دیوارهای اتاق با گچ یا چونه سفید کاری شده باشد. دیوارها سوراخ نداشته باشد. کای سفید قبل از کشت تخم سمارق باید یک ساعت در آب داغ جوشانده شود و بعدا در روی تکه پاک کشیده شود و تخم یا همان اسپورهای سمارق را با همین کای سفید جوشانده شده مخلوط کنند. بعدا در خریطه های پلاستیکی یا بوجی جا بجا کنند و این گونه می توانند تا حد از کشت سمارق راضی باشند. عزیز، بنامه که شنیدید همکار ما اوستا فضلی در معصی تعلیمی افغانستان تهیه و نوشته کرده بود. اگر می خواهید برنامه و سایر برنامه های آموزشی ما را هم بخوانید و هم بشنوید، به صفحه اینترنتی تجلا نقطه ایف سر بزنید.